سلام، خیلی خیلی خوش اومدیم به جلسه دوم میکس کمانچه. تو این جلسه قراره که با استفاده از پلاگین اکولایزر کاری بکنیم که یک سری از فرکانس‌هایی که خیلی دوستشون نداریم یا باحال نیست توی صدای کمانچه رو یه مقداری کنترلش بکنیم، تضعیفش بکنیم و بخشایی از صدا که احساس می‌کنیم میتونه یک رنگ جذاب‌تر به صدای کمانچه‌مون بده رو یه مقدار تقویت بکنیم تا بدین صورت کاری بکنیم که یه مقدار صدای کمانچه‌مون جذاب‌تر و باحال‌تر بشه. با من همراه باشیم که چطور میتونیم کارو انجام بدیم. Let's go. خب بعد از اینکه فرایند کامپرشن رو اومدیم انجام دادیم، دومین چیزی که من میام اعمال میکنم رو صدای اکولایزر اینه که بیام یه خورده صداشو ترتمیزش کنم به صورت کلی. اول اصلا از پلاگین فاف فیلتر پرو کیو 2 طبق روال همیشه میام استفاده میکنم. من دوباره تکرار کنم یه مسئله، چون خیلی ازم میپرسین اینکه آقا چرا همش از یه سری پلاگین های شبیه به هم استفاده میکنین. ببین عزیزان، اینکه شما هزار تا پلاگین داشته باشین ولی ندونین باهاش چجوری میتونین کار بکنین، واقعا اصلا کار درستی نیست. یعنی شما این دلیل نمیشه که من هزار تا پلاگین دارم پس خفن‌ترم. یه چند تا پلاگین داشته باشین، باهاش راحت عادت کنید، بشناسینش، بدونین چجوری میشه ازش استفاده کرد و فقط و فقط از همونا استفاده بکنین. یعنی تنها دلیلی که من میتونم داشته باشم برای این قضیه که چرا همش از یه سری پلاگین های یکسان استفاده میکنم فقط و فقط همین داستان هستش. خب اولین کاری که کردم اومدم تا فرکانس 220 رو کاتش کردم از صدای خود کمانچه، چون صدای خیلی خاصی اونجا نمیشنیدم. با هم دیگه بشنویم این تیکر رو. یه مقدار صدای میاد، شاید بهتر باشه این 220 نباشه، بیارم عقب‌تر مثلا بذارم شو همون 200، چون دیگه مابقیش اونقدر صدای خاص و خیلی جذابی نیست. به اضافه اینکه کلا تو این ناحیه، یعنی ناحیه همون 20 هرتز تا 200 هرتزی که من اینجا گذاشتم، خیلی صدای نویز و صدای این چنین صداهایی هستش که اونا رو شما کامل حس می‌کنین، واسه این صدای کارتون خورده ترتمیزتر بشه. بعد اومدم تو فرکانس 375 حدوداً زیادش کنم ببینم چه صداییه. یه مقدار فکر کنم تو بخش بم بیشتر این مشخص باشه. یه صدای اینفورمیه، من واسه اینه که فکر کنم آدم نیمه کمش کردم، چون به هر حال صدای اضافه بود ولی خب اونقدر زیاد نمو فکر کنم که بخواد اذیت کنه، میتونست نباشه، هیچ فرقم نمیکنه. بعد فرکانس 762 رو اومدیم این مقدار کمش کردیم، بشنویم. دقیقا یه چنین صدایی میده که اونم به میزان منفی 3 تا کم شده. فرکانس 961 رو اومدیم کاهش دادیم. دقیقا یه چنین صدایی میده اینجا و منو برگردم به حالت اولش. 1150 حدودن بشنویم. بهت کلن همه اینها بیشتر یه حالت صداهایی دارن که گوش رو اذیت میکنن، یه حالت پرش داره صدا عملا. فقط به خاطر همینه که اومدم اینها رو خورده کنترلشون کنم. خیلی زیادم اسمه منفی 3، منفی 3 تا، منفی 2 تا، خیلی جزئی کم شده، اونقدر زیاد نیست. میبینید کاملا صدای سوت شکل فرمیه که گوش رو اذیت میکنه. بعد از اینکه این میزان کم شد، یه مقداری اومدم بخش تقریبا میتونم بگم های میت فرکانسی صدای در واقع کمانچه‌مو بیشترش کردم، حدود 1.5 دسیبل، که یه مقداری بتونم شفافیت بیشتری به بخش هایش بدم. ببینید کاملا یه حس اضافه شدن ایر و هوا و یه خورده برایتنس اون قسمت داره. خب بذار قبل و بعد کمانچه رو در واقع بعد از این اکولایزر بشنویم. چند تا نکته داشتش همینجا که به گوش شما گفتم بهتون بگم. ببین اولین چیزی که اتفاق افتاده، بخش بم کارمون الان دیگه اون بادیش کمتر و کمتر شده، یعنی حجمی که داشته کمتر شده. راه حل خیلی براش وجود داره، بهتون میگم تمام راه حل‌ها رو. و بخش بالایی صدا که تو پارت دوم اینجا داشت میزد الان شفاف‌تر شده، داره تمیزتر صدا میده.
ببینید وقتی چنین حالتهایی دارین تو یه دونه کار، دو تا کار میشه کرد. یا یعنی اینکه شما بیاین یک پروسس کلی رو یک لاین کلی داشته باشین و بعد بیاین ضعف ها رو با استفاده از یه سری اکولایزرهای دیگه بیاین پوشش بدین، یا اینکه بیاین بخش های بم رو از بخش های های جدا بکنید و یه پروسس منحصر به فرد رو بخش های داشته باشین، یه پروسس یا پردازش منحصر به فرد رو بخش در واقع لو داشته باشین، که همه اینها باعث میشه که شما بتونین یه تفکیک جذابتر و صدای قشنگتری رو تو هر کدوم از باز فرکانسی از سازتون بگیرین. این میشه اولین موضوعی که میتونه کمک بکنه. ولی من اومدم اینجا چیکار کردم؟ بعد از این داستان اومدم اون باگ ها رو برطرف کردم. ببینید من بعد از اینکه این اتفاق من رخ داد احساس کردم که یه خورده حجم صدا کم شده، واسه همین اومدم از یه مایک ایکیو استفاده کردم و اومدم یه مقداری بخش سابش رو تقویت کردم، حدود 2 تا 2.5 تا مثلا افزایش دادم که یه خورده این بدنه یک مقدار کوچیکی بتونه برگرده به صدای ساز و من اون کثیف بودن صدا رو حذف میکنم، یه خورده بادی بهش میدم که بتونه در واقع اون حجمش رو داشته باشه. قبل و بعدش رو بشنویم. کاملا دقت میکنید رو بخش لو از هدفون و دیوایس خوب اگه استفاده کنید کاملا متوجه این قضیه میشین که یه مقداری بدنش بهتر شده، یعنی کاملا یه صدای رساتری از بخش لو کار میشنوین. پس این شد استپ اول من که یه مقداری بتونم اون بادی رو برگردونم به صدای کمانچه و بعد از اون اومدم یه مقداری با استفاده از وان ناب برایتر که این هم از پک ویوز هستشون، قبلی از پک فکر میکنم پلاگین الیانس بودش، آره پلاگین الیانس بودش، این یکی از پک خود ویو که این وان ناب برایتر اسمش روشه برایتر، یعنی کار میکنه یه مقدار صدا شفافتر بشه. من به صورت خیلی خیلی اگزاجره و خیلی زیاد زیادش میکنم یا این نابش رو زیاد میکنم، ببینید که چقدر میتونه برایت کنه صدا رو. در حالی که اول این شکلی بود. خب این خیلی غیر طبیعیه، اینقدر که دیگه نمیخوام. من فقط اومدم به میزان 1، حالا نمیدونم این بر اساس دی بی چی هستش، ولی به میزان عدد 1 فقط من اضافه کردم. تا 10 تا میتونه اضافه شه، من فقط یه دونه اومدم اضافه کردم که یه خورده صدا رو شفاف ترش کنم، یه مقدار صدا رو برایت ترش کنم. چه خوبی داره این؟ این باعث میشه که یه خورده صداتون توی دیوایس های ضعیف‌تری مثل گوشی مثل چیزهای دیگه یه خورده بیرونتر و شفافتر باشه و کی خیلی کاربردی‌تر میشه زمانی که تو موزیک های فول بند دارین ازش استفاده میکنین، یعنی زمانی که شما موزیک تو مثلا 20 تا 30 تا لاینه و میخوان که یه خورده صدای کمانچه‌تون بزنه بیرون، یه خورده مشخص باشه و بتونه توی اون دعوای فرکانسی که معمولا بین صدای سازها هستش که تا حدی خودمون برطرف میکنیم ولی اون یه مقداری که میمونه، این وان ناب باعث میشه که ناب برایتر باعث میشه که یه خورده این بزنه بیرون و جذابتر بشه. و البته اینم بگم که تو بخش های خیلی این بیشتر حس میشه. اینجا رو بشنویم. تمام جزئیات و ریزکاری های مربوط به اون نوتای های هم کامل مشخص میشه و باز میگم به شرط اینکه از دیوایس خوب استفاده کنید که متوجه تغییرات بشید. خب بریم حالا سراغ این که من تمام این پلاگین ها رو غیر فعال و فعال کنم، ببینیم که کلا چقدر تاثیر داشته روی صدای سازمون به صورت کلی. کل این پارت رو هم میخوام پخش کنم با هم دیگه بشنویم، یعنی این قسمت تا اینجا. بریم. متوجه تغییر شدین چقدر صدا برایت تر شده، روشن تر شده، اون حجم، یعنی حجم شاید یه مقدار کمتر شده باشه ها، ولی همه چی درست تره. یعنی الان تو این حالت شما اون صدا کثیف های بخش پایینی صدا کمانچه رو ندارین و یک صدای
روشن و خوش صدا و خیلی جذاب دارین که حالا میتونیم باز تو جلسه بعد که قرار بهتون بگم باز با سچوریشن باز کاری میکنیم که این صدا یه خورده رنگ بهتر و حجم بهتری به صورت کلی بگیره. یه نکته هم بهتون بگم، اگر راجع به اکولایزرها و کلا انبای اونها اطلاعات کافی ندارین، میشه میگم که حتما این ویدیو رو ببینید. من اونجا کامل راجع به تمام بحث تئوری و عملی کل اکولایزرها توضیح دادم که میتونه مثلا به درتون بخوره و ازش استفاده بکنید، به یک شناخت بهتری نسبت به کل اکولایزرها برسید. دمتون گرم، مرسی که این ویدیو تا آخر دیدین. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. تو دوم جلسه ما اومدیم پردازش مربوط به اکولایزر رو انجام دادیم روی کمانچمون و کاری کردیم که یه خورده صداش جذاب‌تر و بهتر بشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین ممنون شما حتما لایکش بکنین، چنل رو سابسکرایب بکنید، هر سوال هر نظرشون توی کامنت‌ها برام بنویسین و اینکه چنل اینستاگرام و تلگرام رو فراموش نکنین که دنبال بکنین، میتونه براتون مفید باشه و این دوتا ویدیو هم حتما ببینید که میتونه به دردتون بخوره. امیدوارم که همیشه موفق باشین. آرزو بهترین برای تک تک شما عزیزان.